سرخط خبرها کیهان بوی توته به مشام میرسد جزیات تازه از حمله به سه روحانی در حرم رضوی هویت زارب افشا شد معموریت ویژه رئیسی به وزارت اطلاعات برای برخورد با عوامل حادثه مشهد آسیب دیدن آزادی عمل نیروی هوایی اسرائیل در لبنان اعتراف بزرگ ترامپ و ادعای عجیب در مورد ایران جنگ آمریکا با روسیه کاخ سفید نظر نهایی بایدن را اعلام کرد سلام و درود خدمت همه شما همراهان گرامی به سرویس خبری این ساعت خوش آمدید کیهان بوی توته به مشام میرسد. روزنامه کیهان در شماره روز چهارشنبه خود با اشاره به حادثه ی حمله به سه روحانی در حرم رضوی به بررسی پشت پرده این جنایت و احتمال ارتباط حادثه ی مشهد با قتل دو روحانی اهل تسنن در گنبد کاووس پرداخت. این روزنامه ضمن انتشار گزارشی از حمله به سه روحانی در حرم رضوی نوشت چند روز پیش 13 فروردین جاری نیز دو طلبه اهل سنت در شهرستان گنبد کابوس به قتل رسیدند گرچه معاون استاندار گلستان و فرماندار ویژه گنبد کابوس با اشاره به بررسی های همه جانبه پلیسی و اطلاعاتی در پرونده قتل این دو شهروند گنبدی هر گونه شایبه قومی و مذهبی در این ماجرا را رد کردند و سوی هنوز هم ابعاد دقیقی از ماجرای حمله به سه طلبه در حرم رضوی روشن نیست اما گویا بوی یک توته با چاشتی تفرق افغانی و اختلاف افغانی بین شیعه و سنی به مشام میرسد کیهان افسود گفتنی با افزایش هشمهای های رسانه ای به سیل مهاجرت برخی اتباع خارجی به ایران و تمرکز برخی رسانه های ضد انقلاب و برجستسازی تجمع ضد مهاجران در چند نقطه از کشور به نظر می رسد حادثه دیروز مشهد بخشی از یک پازل امنیتی طراحی شده از سوی توته گران باشد تا از ره گذر انشقاق بین ملت ایران و اطباع خارجی و اختلاف افغانی بین شیعه و سنی در حوزه امنیت ملی فتنه و بحران سازی شود. لازم به ذکر است که به گفته فرماندار مشهد زارب تحت تاثیر جریان های تکفیری دست به این جنایت زده است. جزئیات تازه از حمله به سه روحانی در حرم رضوی هویت زارب افشا شد خبرنگار تصنیم کسب اطلاع کرد که زارب فردی 21 ساله به نام عبداللطیف مرادی ازبک تبار است که یک سال پیش به صورت غیرقانونی از مرز پاکستان وارد ایران شده و سپس در مشهد مقدس اقامت گزیده است او به همراه برادرش در یک باربری در مشهد کار میکردند و در منطقه مهرآباد مشهد سکونت داشتند عبداللطیف مرادی برخلاف مسلمانان اهل سنت دارای تفکرات تکفیری است که شیعیان را رافزی و مجوس میداند و معتقد است باید خون آنان ریخته شود وی ساعت 13 روز گذشته سهشنبه 16 فروردین با همراه داشتن یک چاقوی نسبتاً بزرگ وارد حرم رضوی می شود و در صحن پیامبر اعظم منتظر میماند تا به افرادی که در لباس روحانیت هستند حمله کند بدین ترتیب او ساعت 14 و 16 دقیقه به سمت سه روحانی حمله کرده و با زر ضربات چاقو آنها را مورد ضربه قرار می دهد. خبرنگار تصمیم کسب اطلاع کرد که او فقط به یکی از این روحانیون 20 ضربه چاقو زده است که احتمالا همان طلبه است که به شهادت نایل شد. شنیده شده که او در برخی شبکه اجتماعی با عناوین متعددی مانند عبداللطیف الصلفی، حسن مرادی و عبول آقب الموحد نیز فعالیت داشته و به دنبال نشر تفکرات تکفیری و مقابله با شیعیان بود است. شش متهم به همکاری با او از جمله دو برادر عبداللطیف مرادی نیز توسط نیروهای امنیتی دستگیر شدند و تحقیقات از آنها ادامه دارد. معموریت ویژه رئیسی به وزارت اطلاعات برای برخورد با عوامل حادثه مشهد رئیس جمهور ضمن تسلیت به خانواده شهید حجت الاسلام اصلانی گفت قطعا این حادثه ناگوار که به دست یکی از عناصر منحرف و تحت تاثیر گروههای تکفیری آمریکایی صورت گرفته است باعث وحدت و انسجام بیشتر از پیش علاقه مندان به اسلام و ایران اسلامی می شود. فرد مهاجمی که دیروز سه طلبه را در حرم رضوی با ضربات چاقو هدف قرار داد به همراه چهار هم خود بازداشت شد در حالی که یکی از طلاب به دلیل شدت جراحت به شهادت رسیده تلاش برای درمان دیگر مجروحان حادثه جریان دارد مدیریت بیمارستان شهید کامیاب مشهد در اطلاعی اعلام کرد عمل جراحی اولیه روی این دو فرد انجام شده و مجروحان در وضعیت ثابتی به سر میبرند سازمان اطلاعات سپاه خراسان رضوی هم با بیانیه اعلام کرده با توجه به اهمیت و حساسیت های موجود در پرونده و ادامه بازجویی های تخصصی متاقبا اطلاعات تکمیلی به سمع مردم خواهد رسید. آسیب دیدن آزادی عمل نیروی هوایی اسرائیل در لبنان به گزارش رسانه‌های اسرائیلی امیکام نورکین فرمانده نیروی هوایی اسرائیل اعتراف کرده که سال گذشته آزادی عمل این نیروها در لبنان آسیب دیده است. سال گذشته میلادی بارها اخباری مبنی بر رهگیری و سرنگونی پهپادهای جاسوسی رژیم صهیونیستی توسط حزب الله لبنان منتشر شده بود. این اعتراف مقام بلندپایه ارتش اشغالگر در حالی است که سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان از توان پدافندی این حزب خبر داده بود. اعتراف بزرگ ترامپ و ادعای عجیب در مورد ایران دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا که از زمان اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2020 مدعی تقلب انتخاباتی و رأی شده بود در مصاحبه اخیر خود گفت من در انتخابات پیروز نشدم ترامپ این اعتراف را در گفتگوی ویدیویی با هیئتی از تاریخ نویسان انجام داد گفتگویی که توسط جولیان زلیزر ویراستار کتاب ریاست جمهوری دونالد ترامپ اولین ارزیابی تاریخی هم هماهنگ شده بود. ترامپ با توصیف تلاشهایش برای واداشتن کره جنوبی به پرداخت هزینه بیشتر در قبال کمک نظامی آمریکا گفت با پیروزی جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در انتخابات 2020 مون جای این رئیس جمهوری کره جنوبی از خوشحال ترین رهبران جهان بود. ترام گفت وقتی من در انتخابات پیروز نشدم او خوشحال ترین شخص بود و همچنین چین. نصب کنید ایران خوشحال ترین کشور بود. او ادامه داد قرار بود کره جنوبی 5 میلیارد دلار در سال به ما بدهد. 5 میلیارد دلار. اما وقتی من در انتخابات پیروز نشدم معلوم است که خوشحال شد. ترامپ همچنین بار دیگر ادعای تقلب در این انتخابات را تکرار کرد و گفت در انتخابات تقلب شد و از دست رفت. عدم پذیرش شکست در انتخابات توسط ترامپ موجب حمله مرگبار به ساختمان کنگره آمریکا در ششم ژانویه 2021 شد و همچنین تلاش برای باطل کردن انتخابات در دادگاه های ایالات کلیدی را در پی داشت که غالبا با شکست مواجه شد. جنگ آمریکا با روسیه کاخ سفید نظر نهایی بایدن را اعلام کرد جنساکی سخنگوی کاخ سفید گفت که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا متقاید شده است که جنگ بین ایالات متحده و روسیه به نفع واشنگتن نیست ساکی سهشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت من معتقدم اهداف و وظایف رئیس جمهور من معتقدم اهداف و وظایف رئیس جمهور اتخاذ تصمیماتی است که به نفع ایالات متحده، امنیت ملی آمریکا و مردم آمریکا باشد. وی ادامه داد این اهداف در جنگ با روسیه محقق نمی شود بلکه ما باید هر کاری که در توانمان است برای پاسخگو کردن روسیه حمایت از تلاش های لازم در سطح بین المللی و ارائه کمک های نظامی و امنیتی به اوکراینی ها انجام دهیم ساکی تاکید کرد این چیزی است که ما روی آن کار می کنیم جنگ با روسیه به نفع ما نیست به نفع آمریکایی ها این اظهارات سخنگوی کاخ سفید در پاسخ به سوالی مبنی بر احتمال مداخله نظامی با واشنگتن در رخدادهای اوکراین ایراد شد از آغاز حمله روسیه به اوکراین غرب و در رس آن آمریکا تحریمهای شدیدی را علیه روسیه اتخاذ کردند به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم ممنون که تا پایان با ما همراه بودید وقتتون خوش و خدا نگهدار